سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم نرم افزار آزمون توزیعی یک مجموعه از داده رو با هم دیگه کار بکنیم و ببینیم. خب تو این نرم افزار ما میتونیم یه مجموعه از داده ها رو وارد کنیم و ببینیم که آیا این مجموعه از داده از توزیعی که مد نظر ما هست پیروی میکنه یا نه، و اگر حتی توزیعش رو نمیشناسیم بتونه به ما کمک کنه که توزیع نزدیک به اون رو پیدا بکنیم. خب وقتی که این نرم افزار رو برای بار اول باز میکنیم باید نیبل ادیتینگ رو بزنید اینجا و بعد اینیبل کانتنت رو اگر این ریبون های زرد رنگ رو مشاهده کردیم. خب بعد از اون میبینیم که اینجا ما یه یوزر فرم داریم، جایی هستش که توزیعمون رو میتونیم ست کنیم و پارامترهایی که لازم هستش، مثلا اینکه آیا داده هامون به صورت پیوسته یا گسسته هستن، طبقه بندی یا رده بندیمون به چه شکل میخواد باشه و نام و کلاس تعداد کلاس هامون چقدر باشه و سطح اطمینانمون چقدر خواهد بودش و اینجا هم نتایج رو خواهیم دید. توی برگه دوم جایی هستش که ما باید داده های خاممون رو که میخواییم توزیعمون رو شناسایی کنیم وارد کنیم. خب واسه اینکه این کار رو انجام بدیم اول باید داده های قبلی رو پاک کنیم با زدن روی این clear all data، بعد یا این داده های خودتون رو، مثلا من توی یک اکسل دیگه ای میخواستم یک کار تجزیه تحلیل انجام بدم، یه سری دیتا دارم که میخوام این دیتا ها رو بگیرم که اینجا مثلا دیتا امتیاز سیستم A رو میخوام ببینم از چه توزیع پیروی میکنه، کپی میکنم و میام اینجا پیست از value بهتری که بکنین، یادمون باشه داده فقط بزنیم، فرمول اینا نداشته باشه بهتره. خب داده هم رو گذاشتیم اینجا، بعد برمیگردیم توی یوزر فرم میایم نگاه میکنیم به صورت خودکار 6 تا رده زده. اگر بخوایم رده بندیمون رو تغییر بدیم میتونیم چک رو برداریم، آن چک کنیم و خودمون رده بندی بذاریم. حالا جلوتر میتونیم رده بندی ها رو باز بهتر بهتون نشون میدم که منظور از رده بندی چی هست، ولی کسانی که با آزمون مربع کای آشنا هستن میدونن رده ها به چه صورت هستش. یا یعنی اینکه این تیک رو بزنین به صورت خودکار رده بندی رو انجام میدیم. یه فاصله بین رده ها 6 عدد باید باشه و کلاس نامبر اونم 9 باشه. چون دستریک انتخاب کردم، اگه کانتینیوس انتخاب کنم خب این یک عدد اعشاری میشه و کلاس نامبرمون رو به این صورت حالا باز محاسبه میکنم. خب بعد از اینکه اینا رو انتخاب کردم سطح اطمینان 95%، کافیه که ران رو بزنم. بعد از اون میاد با سما محاسبه میکنه که آیا این مجموعه داده هایی که به صورت فراوانیش با رنگ سبزشون داده شده از این توزیع احتمال نرمالی که با رنگ آبی نمودار اون کشیده شده پیروی میکنه یا نمیکنه، که اومده گفته وقتی که کلاسات رو من اومدم طبقه بندی کردم، مقدار مشاهدات و مقدار اکسپکتد یا مورد انتظار رو محاسبه کردم، 6 تا کلاس ولید داشتی، یعنی اونایی که بزرگتر از 5 بودن مقدار فراوانی مشاهده شده و مورد انتظارش، مقدار مربک هایی که به دست آوردم 3.4 بوده، مقدار مربک های 95% و یعنی آلفا در واقع 1 منهای آلفا باید اینجا باشه، آلفا 500 و 3 برابر شده با 7، چون این مقدار مربک های از این مقدار مربک های آلفا کمتر هستش، ما میتونیم بپذیریم فرض صفر رو و اینکه این توزیع این اعداد از توزیع نرمال پیروی میکنن با پی ولیو اینقدر. خب اینجا ما مجموعه داده هامون یه جوره گسسته هست، درسته که امتیاز هست، امتیاز رو شاید بتونن مثلا تقسیم بکنن، ولی به صورت گسسته الان اینجا به ما دادن و معلومه که داده ها به صورت گسسته وارد شده و توزیع نرمال یه توزیع تقریبی هست واسه اعداد گسسته. توزیع دیگه ای از اون میتونه مثلا پاسون باشه که اینجا مثلا پاسون رو ما انتخاب بکنیم و ران بکنیم، میبینیم که دوباره توزیع پاسون رو کشیده و اینجا اکسپت شده و میگه داده ها از توزیع پاسون پیروی میکنن توزیع. حالا این در صورتی بود که من توزیع رو میدونستم. اگه توزیع خودم رو ندونم میتونم اینجا find distribution رو بزنم و بعد run رو انجام بدم. اینجا میاد اون توزیعی که کمترین کا اسکور رو داشته واسه ما پیدا میکنه و اینجا میاد واسه اون set میکنه. اینجا فرض کرده که الان مربع کای هستش توزیعی که اینا دارن ازش پیروی میکنن،
چرا؟ چون کمترین مقدار کای ولیو رو که 2.9 هست واسش پیدا کرده و بهترین کای ولیو هستش. مثلا اینجا الان اگر نرمال رو انتخاب بکنیم، اگر ران بکنیم، میبینیم که تعداد کلاس های نهایی 6 تا شده، بیشتر ادغام کرده و کای ولیو 3 رو در آورد. اگر پاسون رو انتخاب بکنیم و ران بکنیم، باز هم میبینیم تعداد کلاسه بیشتری ادغام شده و کاولیوی 4 رو در آورده. به خاطر همین بهترینش رو فرض کرده که کای اسکور هستش و این اعداد از تاب توزیع کای اسکور گرفته. میدونیم که اینها تقریبا بر اساس یه سری پارامتر رو به هم نزدیک میشن، کای اسکور و نرمال و پاسون. خب این از در واقع نحوه استفاده از این اکسل. حالا اینجا گفتیم را دیتا که هستش، کلکولیشن تیبل برگه هستش که ما به ازای هر رده اومدیم مقدار فراوانی های مشاهده شده که اینا OAI های ما هستن، مقدار احتمال قرارگیری تو این رده بر اساس حال توزیع انتخاب شده و مقدار فراوانی مورد انتظار EAI ها رو محاسبه کرده و قرار داده و ما میتونیم اینجا ببینیم که در واقع اختلاف بین مقدار فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار چقدر هستش. برگه بعدی برگه ستینگ هستش. این برگه خیلی مهمه واسه کسایی که بخوان دقیق تر این در واقع آزمون ها رو برگزار کنن. تو اینجا ما اومدیم اول توزیع مختلف رو گذاشتیم. اولش به عنوان این هستش که اگر کسی نمیدونه، چون لیست هستش تو این لیست انتخاب میکنه، فاین دیستریبیوشن رو بزنه در واقع واسه این که توزیع رو نمیدونه و همه این توزیع رو چک میکنه. یه کسی شاید بخواد مثلا بیا یه توزیع دیگه به اینا اضافه کنه که میتونه توزیع خودش رو اینجا بنویسه، پارامتراش رو قرار بده که نوعش رو قرار بده، تایپش چی هست، کانتینیوس یا دیستریکه، بعد بیاد پارامترها رو در نظر بگیره. ما دو تا پارامتر به ازای توزیع در نظر گرفتیم، چون دیدیم اکثر توزیع یا یه پارامتر دارن یا دو پارامتر دارن و خب توضیح دیگه ترکیبی و مختلف رو در نظر نگرفتیم. پس تنها دو پارامتر میتونیم واسه توضیحتون تعریف بکنیم. بعد یه تخمین نقطه‌ای به ازای هر کدوم از این پارامتر رو باید انجام بدید. بعد از اینکه تخمین نقطه‌ای رو انجام دادید، باید مقدار توضیح رو، مقدار احتمال رو بر اساس تجمعی محاسبه کنید. بعد اینجا دیگه با این کاری نداشته باشیم. وان سمپل واسه این هستش که ما اعداد رو دونه دونه میگیریم اینجا میذاریم و مقدار احتمال رو برمیگردونیم. اینطوری اکسل رو در آوردیم که مثلا اینجا اگر توجه کنین توزیع نرمال رو بیاین ببینیم، واسه توزیع نرمال ما میگیم دو تا پارامتر داریم، میو و زیگما هستش. مقدار میو بر اساس تخمین نقطهش میشه میانگینش و مقدار انحراف معیارش هم بر اساس تابع STDV.S توی اکسل به دست میاد. شما میتونید از یه تخمین دیگه اگر خواستین استفاده کنید. مثلا اینجا ما واسه توزیع بتا اینجا نوشتیم از چه تخمینی استفاده کردیم، تخمین گشت‌آورها هستش، ولی تخمین دقیقی نیستش. شما میتونید تخمین دقیق‌تر رو استفاده کنید. یا واسه توزیع ویبل ما اومدیم یه دونه فرمول نوشتیم که بر اساس سعی و خطا میاد مقدار آلفا رو به دست میاره، چون مقدار آلفا به دست آوردن تو توزیع ویبل خودش کار سختی هستش و اگر کسی خواست به صورت دقیق‌تر کار رو انجام بده، میتونه این تخمین‌ها رو توی اکسل تابش رو بنویسه و تخمین بزنه. خب توی نرمال ما مقدار اس، مقدار میانگین و مقدار اس رو محاسبه کردیم. تاب توزیعش رو هم در اساس نرم دیست هر کدوم از این رو نوشتیم. اگر توجه کنین مقدار X رو از این مقدار داریم خونه و ما توی کدمون هر دفعه میایم این رو بر اساس ردهایی که داریم از 49 شروع شده، مثلا اینجا 49 رو میذاره اول، رده اول مقدار احتمال تجمعیش رو میگیره، بعد رده بعدی رو میذاره و مقدار احتمال تجمعیش رو میگیره و توی کدهایی که داره این محاسبات رو انجام ده. پس در واقع تعریف تاب توزیع و تخمین های نقطه‌ای دست شما رو باز هستش که فرمول هاش رو عوض کنین و تخمین های خوبی رو واسهش، تخمین های بهتری رو واسهش در واقع در نظر بگیرید. شما بیشتر از
تخمین روش گشتاورها استفاده کردیم، شاید بخواید از روش بزرگترین درست نمایی استفاده بکنید یا روش های دیگه ای مثلا واسه ویبول روش های مختلفی وجود داره. خب یه نکته دیگه هست که این پی دی اف واسه این که گزارشی رو بخواییم از اساس پی دی اف بگیریم، ما اینجا اول باید یه فولدر رو انتخاب بکنیم مثلا دسکتاپ، بعدش باید اسم این گزارشتون رو انتخاب کنیم که به صورت پیشفاز ریپورت هستش، حالا میتونیم تغییر بدیم و بعد اوکی رو بزنیم که یه فایل پی دی اف واسهتون جنریت میکنه و بعد میتونیم برین این فایل خودتون رو ببینین که به صورت پی دی اف هستش. خب اینم فایل پی دی افش. خب ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.